جنگ در افغانستان جنگ ما نیست، جنگ در افغانستان جنگ ما نیست، جنگ از دیگر است. ما فقط چوب هستیم که در گران و میسوزیم و نمیدانیم که چی گران است. چرا این رقم هستیم؟ به خاطری که ما را کسی توجیه نمی کند. پس پیش طالبا بری توجیه چیست؟ بکش 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 بلا. پیش حکومت بری بکش 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 بکش. پس همین دو کم هست. هیچ کسی نیست که بگه چرا؟ چرا بکشم؟ چرا بکشم؟ داعیه را گوش کنین، پیام را گوش کنین، حوار را بیارین. چرا مرا میکشی؟ گناهیم چیش؟ این را برای ثابت کن. ما چی کردیم که تو خونه مرا میگیم؟ او را برای تثبیت کنیم که مرا با این گناه همه قبرات جزا بدی که خون مرا بریزانی. ای قدر ما گناه کلان کردیم که تو را باید واداشیم مرا بکشیم. یک سخت سوال است. اگر در هر دو طرف اقناع باشد و کلا باشد و مزدور نباشد، بر ملت خود رحم میکنم، بر ملت خود رحم میکنم، چون دکتی از دیگر است، قمانده از دیگر است. پس اصرار بر جنگ، اصرار بر جنگ رای حل نیست، رای حل نیست. والله اگر کشتن رای حل می بود، دو لک نفر را بکشن و گپ یک طرف نمیشه. پس آواز ما شما مهم است دوستای عزیز. ما شما آواز باید بلند کنیم. روز گذشته به صدها نفر در کابل ما در پشت شفاخانه در خانه هایشان مرده. چی و ویلا در بده باز امیر خلاص شد؟ ای آخرین نیست؟ نه ای آخرین نیست. ای از ما باز تکرار میکنه، باز میشه، باز میشه. پس چرا آواز خدا بلند نمیکنی؟ چرا نمیگی؟ هر کسی که بر جنگ اصرار میکنه نفرین بود، هر کسی که بر جنگ اصرار میکنه نفرین بود. جنگ رای حل نیست. ما آماده هستیم، قسم به خداست. 1.5 میلیون شهید داده ای را برای دین داده. ما برای بلند منزلا نداده. پس تو بشین کسایی که مسلمان هستن کی مخالفت شریعت الهی را می کنند؟ پس یک دو سه نفر بی دین و به نام جامعه مدنی و به نام آن که مخالفت میگو ارزش ندارد. ارزش شما تو هستی. در افغانستان غیر از اسلام چیزی دیگری نمیتونه حکومت کنه. این اساس است. این را باید کلگی بداند. جز اسلام در افغانستان چیزی دیگری نمیتونه بیاید. پس بیان خود چه رقم اسلام؟ چه رقم اسلام؟ استبداد و اسلام نیست؟ سیستم خود واضح پیام دارد، پیام سیستم دارد. بیاین در تفاهم حلش بکنیم و مذاکره حلش بکنیم. والله بالله این قسم است. مسلمان خو بگذار. انسان میخواد کشورش خارجی باشد؟ مسلمان بگذار، انسان نمیخواهد. همگی عار دارد از اینکه خارجی در کشورش باشد. او کسی که وجود خارجی را در کشورش میپذیرد انسان نیست. مسلمان خود بگذار، او انسان نیست. هیچ کس نمیخواد خارجی در کشورش باشد. هیچ کس نمیخواد که سلطه کشورش در اختیار دیگر باشد. ولی تنازع ما و تو، اختلاف ما و تو زمینه را مساعد میکنه که دیگر باید حکومت بکنه. ما میخوایم آزاد باشیم،
با اراده خود باشه و تعبیر خود باشه. والله تفاهم رایش است، مذاکره رایش است، گفتمان رایش است. پس به این کل ما شما باید دست تعاون بده، کل ما آواز خدا باید بلند کنیم. اگر نمی کنیم و انتظار میکشیم، قسم با خداست امریکا با ما صلح نمی آورد، والله پاکستان نمی آورد، والله ایران نمی آورد، والله کشورهای خارجی نمی آورد و خون ما تو می دهیم، ما تو آواز بلند کنیم. حکومت هم نمی آورد صلح، طالب هم صلح نمی آورد، خودخواهی می کنیم. هرگاه ما تو بگوییم باز مجبور می شن. باز مجبور میشه. اگر ما تو متخاب کنیم، خیال از یعنی را که چیز نیست، اون از ما عسکر میگیرد، یعن از ما عسکر میگیرد، هر دوش عسکر میگیرد، اون ما را فرید میکن، ایران ما را فرید میکن. و بدبخت ما شما روز به روز فقر دین. روز نماز شام را خواندم، به خانه آمدم، جوان آمد در آغوشم، گفت چی یق زد؟ سبحان الله، چی گفت است؟ درد خود را با، مشکل خود را با، والله توانش من نداشتم که حل چی میکنم. یا آواز بلند شده میرود، سخت شده میرود. پس راه چی است؟ کل ما آواز صلح بلند میکنیم، همه ما نفرین بر جنگ میگیم. ما با صراح میگیم که جنگ در بین دو مسلمان است، دو مسلمان یک دیگر میکشد. در قندوز روزانه کی میمارد؟ مردم ما میمارد، از دو طرف کل افغان صدمه میگیرد. و ما شما قرار در دست علاشه شده و خیال میگیم که عالی جور میشه، عالی جور. پس دعا بکنیم که خدای تو به لطف کرمت به هر غلطی که ما را گرفتی قلبهای ما را اصلاح کن. پروردگار در کشور ما صلح را بیار، امن بیار، عزت بر ما بیار. خدایا ما را از این بدبختی خلاص بکن. خدایا در کشور ما آرامی را بیار، موادت و دوستی و اخوت و برادری را بیار. خدایا ما را از فقر ظاهری و باطنی خلاص بکن. خدا تو به لطف کرمت با حرمت اسمای حسنای با او نامی که پیش خودت است و دوستش داری، یا الله با حرمت امو نامت این مصیبت را از کشور ما بردار، این بدبختی را از کشور ما بردار، این نفاق و شکاف را از کشور ما بردار. خدایا هر دو طرف، هر دو طرف اگر صلح نمی کند بر جنگ اصلاح می کند، یا الله این کلانه را زمین بگرد، خارش بشه و پروردگار به مصیبت اینها را گرفتار بکن که ما عذابش بکنم. خدای پیش تو هیچ سختی نیست، پروردگار در مالش صدمه برشون بکنم، در خانوادش بر صدمه بده، در وجودش بر صدمه بده، تا این ملت ما از بیش آرام شد. ما میدونیم که این کلانه ای غلطی را میکنند، اینا خودخواهی میکنند، اینا آمده نیستن برای اینکه بپذیرند، اینا آمده نیستن که در کشور ما خیر بیارند. خدا هدایتش بده، هدایتش نباشه، یا الله از سر ما اینا را بردار. پروردگار با مصیبتی مادی و معنوی دچارش بده. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار.